سری دوم جواب بانک سوالات وزارت صحت عامه رو با هم دیگه شروع میکنیم و بدون وقفش سوال ها رو میخونیم و جواب ها رو با هم دیگه پیدا میکنیم. سوال اول هست: محل اولیه خونسازی کجاست؟ خب سوال خیلی راحتی هست: مخ عظم یا مغز استخوان محل اولیه خونسازی هست. بعد سوال بعدی: در مریضان مصاب به کمخونی تیتینوس دیده میشود. تیتینوس یعنی تاکیکاردی، اسرت تنفسی، سرچرخه یا برونکس گوش ها. تیتینوس به معنی زنگ در گوش ها، یعنی گوش ها همیشه صدا میده، پس برونکس گوش ها جواب درست هست. همه نشانه های زیر جز نشانه های آشالزیا میباشد، به جز درد صدری، سختی در آروغ زدن، کاهش وزن و تنگی نفس. چون کلمه به جز رو گفته، پس یعنی سه تا درست یه دونه غلطه. درد صدری توی آشالوزیا دیده میشه، کاهش وزنم دیده میشه، تنگی نفس دیده میشه. پس جواب بی جواب صحیح در این گزینه میباشد. عیار نشدن بافت دندان در قوس های بالایی و تحتانی دندان ها، دندان ها هنگام بسته بودن به اونها به این نام یاد میشود. این استراها به نام مالوکولویوم میگویند. و نوکتوریا یعنی احتباس اضرار، موجودیت اضرار، تبول اضرار و موجودیت چرک و قبض در اضرار. نوکتوریا به معنی تبول شبانه است، یعنی از طرف شب کسی به خاطر اضرار بیرون بره اونو بهش نوکتوریا. عقدات لنفاوی در مقابل انتانات و التهابات چگونه می شود؟ خرد می شود، بزرگ می شود، هیچ نقشی ندارد، هیچ کدام بزرگ می شود. کدام یک از گزینه های زیر مشخصه مریض COPD است؟ یک مرض مزمن و پیشرونده مربوط به طرق تنفسی است، درسته؟ یک مرض کلیوی، نخه، مرض غیر پیشرونده خون، نخه، هیچ کدام. پس جواب ما گزینه A هست. حد نرمال وایت PCR عبارت است از بین 4000 تا 11000 حد نرمال هست، که تو این گزینه ها 1000 تا 11000، 2000 تا 11000، 4000 تا 11000 و 150000. پس گزینه ما گزینه C هست. دوم، یکی از امراض زیر بعد از 40 سالگی ممکن است ایجاد شود: AML، CLL، ALL، CML. تمام اینها سرطان های خون هستند که به اسم لوکمیا یاد می شود و از بین اینها CLL بعد از 40 سالگی بروز میکنه. کدام یک از حجرات خونی وظیفه نقل و انتقالات گازات خونی را بر عهده دارد؟ هموگلوبین مسئول نقل و انتقال گازهای خون هست و هموگلوبین داخل RBC ها هستند. پس RBC، وایت PCR، پلاتلت، هیچ کدام جواب صحیح RBC هست. کمبود ویتامین B12 باعث کدام نوع آنمی می شود؟ کمبود B12 باعث کمخونی آپلاستیک، کمخونی فقدان آهن، کمخونی مگالوپلاستیک و هیچ کدام. جواب صحیح ما میشه مگالوپلاستیک. رو باید یادمون باشه B12 کمخونی مگالوپلاستیک رو ایجاد میکنه. کمخونی فقر آهن به خاطر کمبود آهن هست و کمخونی آپلاستیک هم به خاطر مشکلات در خود مغز و استخوان ایجاد میشه. طویل ترین قسمت سیستم هضمی کدام یک از موارد زیر می باشد؟ خب معلومه طویل ترین امعای رقیقه یا روده های کوچک هستن. فیتین عبارت از فشار بالا، فشار پایین، احساس ترس، سنگکوب و ضعف. فیت حالتی است که احساس سنگکوب و ضعف با آدم دست میده. احساس انسداد راه عبور غذا از طریق بلع و مری را به کدام نام یاد می کنند؟ دیسفاژیا، دیزوریا، اودونوفاژیا، هیچ کدام. خب دیسفاژیا یعنی همین، یعنی احساس ناتوانی در بلع. دیزوریا یعنی که سوزش در ادرار. اودینوفاژیا یعنی درد در هنگام بلع غذا، که ما در اینجا در مورد چیز احساس راه بندی شده وقتی این باشه، یعنی دیسفاژیا. علل مامس کدام یک از موارد هست؟ خب مام یا همون کله چرک، عللش ویروس ها هستن. از سبب جایگزین شدن حجرات شحم در مغز در مخ عظم کدام یک از کمخونی های زیر ایجاد می شود؟ مگالوپلاستیک آنمیا که گفتیم به خاطر کمبود B12 است، کمخونی فقر آهن که به خاطر خود کمبود آهن هست، اسفیروتوانمیا که باعث میشه حجرات خون حالت کروی شکل پیدا بکنه، آپلاستیک انمیا آپلاستیک آنمیا خود مخ عظم دچار مشکل میشه.
بر اثر کمبود صفحان و صفحات دوامیه کدام یک از موارد زیر ایجاد می گردد؟ پلیسایتمیا. پلیسایتمیا یعنی که هموگلوبین خون بیشتر از حد نرمال باشه، یا همو پرخونی. ترومبوسایتوپنیا به معنی کمبود صفحات دمویه هست که جواب ما همی هست. آپلاستیک آنمی هم که یک نوع آنمی هستش، یا هیچ کدام. بعدی گفتن نئوناتال پریود از کدام مرحله زندگی طفل میگن؟ نئوناتال یعنی دوره نوزادی، طفل که تازه به دنیا میاد تا 28 روز اول به عنوان نئوناتال یاد میکنن. در نوزادان زمانی که آپنه گفته میشود که توقف تنفس بیشتر از 20 ثانیه باشه. پس اگه 20 ثانیه باشه ما اونو به عنوان آپنه در نظر میگیریم. روگان به کدام منظور بعد از ولادت نزد برخی از مادران تطبیق میشه؟ آمپول روگان به خاطر عدم تطبیق خون مادر و طفل به مادر زده میشه. خب حالا ببینیم کدوم هست به منظور عدم موجودیت زردی نزد نوزاد. نخیر، به منظور عدم تطابق گروه خون بین مادر و نوزاد. بله، عدم موجودیت بلیروبین و تداوی کمخونی. پس جواب صحیح گزینه C. خب سوال بعدی گفته انتانی که باعث ایجاد سیفلیس میگردد کدام است؟ هرپس سیمفلیکس، کلامیدیا، پروتوزوا و اسپیروکت پالیدوم. جواب صحیح اسپیروکت پالیدوم هست. برای اینکه یادمون بمونه سیفلیس یک انتانی هست که در قسمت ناحیه تناسلی ایجاد میشه که اون هم مابین پا هست. مثلا یادمون باشه پالیدوم پا داره، با پا شروع میشه. پس سیفلیس بیماری مابین پا هست که با پا شروع میشه. مثلا ما میتونیم اینو یک شف بگیره. مایع دماغ شوکه حاوی کدام یک از مواد زیر میباشد؟ پروتئین و گلوکوز، شحمیات، منرال و ویتامین B. A جواب درست است. مایع CSF داخلش پروتئین و گلوکوز داره. هدف از تداوی و اهتمامات نرسینگ اطفال مصاب سندروم نفروتیک عبارت است از جلوگیری از زیای مایعات. این غلطه، چون خود طفل حالت پوندیدگی داره و یک قالب مایع داخل بدن هست. کم کردن دفع پروتئین. بله، این مریضا به خاطر که پروتئین دفع میکنن دچار مشکل میشن. پس این جواب درسته. تامین رژیم غذایی پروتئین هیچ کدام. خب این هم درسته، ولی نوشته کده که هدف از تداوی و اهتمامات ما چی است که کم کردن دفع پروتئین رو انجام بدیم. کدام جزء زیر شامل رفلکس های طبیعی در نزد نوزادان میشه؟ بهترین و کاملترین جواب رو انتخاب کنید. رفلکس روتین که اگه ما دستمون رو به قسمت دهن طفل اشاره کنیم او هم چیکار میکنه؟ دست صورت خوره یا دهن خوره به همون طرف برمیگردن، قسمت ساکن یا همون مکیدن و چشیدن. و رفلکس بوبینسکی که در کف پایش اگه اشاره کنیم باعث جبه باز شدن پایش میشه. همه موارد که پس همه موارد درسته، چون همه اینا توی طفل وجود داره. کمبود انرژی و پروتئین باعث ایجاد کدام سوء تغذیه میشود؟ ماراسموس، کواشیرخون، کمخونی. هیچ کدام باعث ماراسموس میشه. ماراسموس حالتیه که تمام گوشت ها یعنی همون پروتئین ها و عضلات طفل از بین میره، فقط پوست و استخوان هسته. پس این ماراسموس میگن. کواشیرخون مریضایی هستن که میپوندن به خاطر سوء تغذیه دچار پوندیدگی میشن و میپوندن انگار بزرگ میشن. شفری که میتونید بذارید مثلا کواشیرخون اولش با کو شروع میشه و میگه مثل کوه میشن، بزرگ میشن. پس کواشیرخون کوه یعنی طفل بزرگ میشه و این شفر برای عزیز بذارید اگه بخوان قاطی نکنه. ماراسموس مثل مار میشه، باریک، ضعیف، لاغر میشه. وزن طبیعی یک نوزاد به صورت اوسط عبارت است از 3400 در نظر میگیریم. اولین غذای پیشنهادی برای طفل کدام یک از موارد زیر است؟ گوشت، سبزی، برنج، تخم مرغ. برنج. حد اوسط وزن طفل در 6 ماهگی کدام است؟ معمولا تو 6 ماهگی طفل وزن دو برابر وزن تولدش میشه که اگه بخوایم حساب کنیم 4.5 ده همون 7.5 تا 8 کیلو میشه. درماتیت صبور مربوط به پوست سر به کدام نام یاد میشه؟ کرادل کرب درسته. پس اگه شوره سر یک جورایی اگه بیشتر از حد باشه او رو به عنوان کرادل کرب یاد میکنن که بیشتر تو اطفال هستن. از مانور آلیس و اورتولانی در تشخیص کدام مرض زیر استفاده می شود؟ لوردوز، خلع مادرزادی مفصل حلقوی فخذی، کیفوز و اسکلیوز.
همینطور که توی شکل میبینی آلیس و آرتولانی به خاطر تشخیص خل مادرزادی مفصل فخذی میباشه. خدا مراقبت نرس در مورد طفل مصاب به مریض شکر درست زرق انتان با وجود انتان ممنوع است. خواهی معنی نمیده. انسولین باید تحت جلدی زرق شود. درسته. موقع انسولین باید سرد باشد. نه انسولین همیشه در یک محل زرق باشد. نه. و جواب صحیح میشه باید تحت جلدی زرق شود. کدام یک از اعراض و علائم زیر اسکلیوز درست است؟ تفاوت خواهی عکس اسکلیوز هست. همینطور که میبینی حالا دارم میخونم. تفاوت بین ساحه بازو و تنه در هنگام استیدن درسته. قفسه سینه غیر منظم درسته. تا انحنای سونه فقرات به صورت جانبی هم درسته. همه موارد. پس جواب ما میشه همه موارد. زیاد ترشح هورمون گلوکوتیروئیدی همون کورتیزون سبب کدام سندروم میشود؟ کورتیزون کوشینگ یاد شما باشه سندروم کوشینگ میشه. پس آکرومگالی یعنی که به خاطر افزایش هورمون رشد هست که او باعث میشه فرد خیلی بلندتر از حالت طبیعی شود. و هایپرگلایسمیا هم که معلومه گلوکوز خون زیاد میشه. هیچ کدام. خب کدام موارد زیر از اعراض و علائم فتح مادرزادی دیافراگ میباشد؟ فتح دیافراگ همینطور که ببینید حالتی است که یک سوراخ در دیافراگ وجود داره و باعث میشه که محتویات بطن به سمت قفسه صدری بره. در نتیجه کم شدن یا عدم موجودیت صدای تنفسی در طرف متاثر داریم. بله توی طرف که احشا آمده در نتیجه ما صدای تنفس یا همون صدای ششها رو نداریم. درسته. سجرت تنفسی درسته چون طفل صحیح تنفس گرفتن نمیتونه. اسهالات این غلطه. پرش سوراخ‌های بینی به خاطر سجرت تنفسی مریض پرش سوراخ‌های بینی داره. پس جواب که اینجا نوشته نمی باشد جواب صحیح ما اسهالات هست. به علت عدم موجودیت اعصاب پاراسمپاتیک در جدار کولون کدام مرض ایجاد می شود؟ خب جواب ما هست مگاکولون. خب سوال بعدی اول اقدام طبی بعد از تشخیص شکستگی چه می باشد؟ کنترل وضعیت عصبی، استفاده از استراکشن، تسکین در بی حرکت ساختن عضو جواب درسته. استراب جدایی از کدام سن شروع و تا کدام سن ادامه داره؟ استراب باید بگیم جواب درستی است که استراب از 6 ماهگی شروع میشه تا 3 سالگی ادامه داره. یعنی همه گزینه A جواب درست ماه. بقیه زمان تولد نیسته یا یه هم چیزا. ترشح پیش از حد سبوم توسط قدواب سوابیه کدام یک از موارد زیر میباشد؟ سبوم همه چی؟ درماتیت؟ سبوریک که میگن همه هستن. سبوریک درماتیت قدرت سبوم درماتیت سبوره. تا اون در قرن 14 میلادی چند نفر را کشت؟ 100 میلیون را کشت. پاندمی در جنگ جهانی اول چند نفر را کشت؟ 10 میلیون نفر را کشت. فرق امراض انتانی از دیگر امراض به استثنایی که اینها می باشد. خب ساری می باشد ای درسته. داره دوره تفریق است ای درسته. باعث تولید آنتی بادی می گردد ای درسته. باعث تولید آنتی ژن می گردد. پس جواب رو یه میشه. کدام یک از ویتامین ها و پروتئین ها سبب به تعویق انداختن تولید آنتی بادی می شود؟ ویتامین آ و ب ویتامین خ. جواب ما میشه هیچ کدام. شیگلا به چند نوع می باشد؟ شیگلا همونطور که در تصویر می بینید به 4 نوع می باشد. یکی از اینها از جمله شیگلا ها نمی باشد. دیزانتری، باسیلاری، فلکسنری و بویدی. دیزانتری هسته، فلکسنری هسته، بویدی هسته و یک جواب ما باسیلاری هست. این 4 نوع شیگلا هسته. شیگلا از گلوکوز کدام یک از اینها را تولید می کند؟ گاز، منرال، پروتئین، اسید. شیگلا از گلوکوز توکسین تولید میکنه که او توکسین همون نوع پروتئین هسته. کدام یک از اینها من حیث ناقل مرض شیگلا عمل نمی کند نوشته کده. شیگلا از راه دهان و غذاهایی که مخوریم. غذا آب ملوث درسته. گرد و غبار نه. مگس بله. مواد غایطه بله. پس جواب ما میشه گرد و غبار. بزرگترین منبع شیگلا در کدام کشور میباشد؟ توی آفریقا زیاده. آفریقا شیگلا از کدام طریق سرایت میکنه؟ از طریق دهان. سیستم تنفسی زرقی دهان و موها. پس دهان میشه. شیگلا از کدام طریق با آسانی از مانع عبور میکند؟ از طریق اسید منه. درجه حرارت در مرض شیگلا در نزد فان جوانتن چند درجه سانتیگراد هست؟ 49 و 48 خیلی زیاده. کسی دو هست زندان همون هست.
41 و 40 35 و 30 ایخو هایپوترمی ها این تقریبا چیزه جواب سعی 41 تا 40 هسته. در نزد کدام نوع اطفال بیشتر واقع شگلوزیست دیده می شود؟ پایین تر از یک سال، پایین تر از 3 سال و سوی تغذیه، پایین تر از 5 سال سوی تغذیه، پایین تر از 2 سال و سوی تغذیه، پایین تر از 5 سال و سوی تغذیه. خب یه از برنامه امروز ما امیدوارم استفاده کرده باشین. لطفا اگه به برنامه مفید بود با دوستای خود هم شریک بکنه. تا برنامه بعدی خدا یارو نگهدارتون.